قیمت برخی اقلام در ایران دوباره بالا رفته، در شرایطی که دولت ایران برای فروش نفت و دریافت پول نفت به فروش رفتش دچار مشکلات عمده به دلیل تحریم هاست. در ماه‌های آینده چه در انتظار اقتصاد ایران است؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه ایران. محمد جواد منتظری دادستان کل کشور میگوید عمده مبارزه علیه جمهوری اسلامی در حوزه اقتصادی است. به گفته او دشمنان جمهوری اسلامی سعی میکنند تا مردم را از مسائل و موضوعات اقتصادی و گرانی خسته کنند. این دقیقاً همانی است که مدت هاست بسیاری از ناظران درباره تحریم های همه جانبه آمریکا میگویند. اینکه به نظر میرسد طراحان تحریم به دنبال این بودند که تحریم ها مردم را خسته کند تا از درون علیه جمهوری اسلامی کاری کنند. گرچه موضع رسمی کاخ سفید همواره این بوده که تحریم ها برای برگرداندن نظام ایران پای میز مذاکره است. گرانی موضوع امروز و دیروز ایران نیست، اما این روزها قیمت برخی کالاهای خوراکی و اساسی چنان بالا رفته که بسیاری از مردم قدرت خرید ندارند. دولت حسن روحانی با انتقادات گسترده ای روبرو بوده که نتوانسته شرایط اقتصادی را کنترل کند. در این اوضاع که به نظر می رسد صدور نفت ایران روز به روز سخت‌تر شده، دولت واقعا چه اقداماتی می توانسته بکنه که نکرده؟ از طرف دیگر در ماه‌های آینده با این اوضاع فروش نفت و غیره چه می شود انتظار داشت که به سر اقتصاد ایران بیاید؟ در برنامه سه مهمان دعوت کردیم. هادی کهالزاده پژوهشگر اقتصادی در دانشگاه براندایس از بوستون با ماست. نوید جمشیدی سردبیر بخش آنلاین روزنامه اقتصادی آسیا از تهران و سارا بازوبندی مدیر عامل مؤسسه مشاوره ریسک سنجی خاورمیانه از هامبورگ. خوش آمد میگم به هر سه مهمان برنامه. از آقای جمشیدی شروع میکنم. شما در تهران هستید، این صحبت هایی که در مورد بالا رفتن قیمت ها میشه چقدر قابل لمس هست؟ چون به هر حال قیمت ها بعد از عید بالا رفته بود، آیا در یکی دو ماه اخیر شاهد جهش دوباره هستیم؟ با درود، بله کاملا در یکی دو ماه اخیر که چی، در یکی دو هفته اخیر ما افزایش قیمت ها رو مخصوصا در کالاهای مصرفی برای سبد خانوار کاملا محسوس میبینیم. از لبنیات گرفته که فکر کنم دو هفته پیش یک جهش بزرگی داشت، تا تخم مرغ که شونه 20000 تومان رو هم رد کرده، تا سیب زمینی که کیلویی 10000 تومان رو داره رد میکنه و خیلی از کالاهای دیگه. من فکر میکنم تورم و گرانی این بار ملموس ترین نوع در واقع در حداقل 40 50 سال اخیر بوده و هست و کاملا مردم این گرونی رو حس میکنن در تک تک کارها، در مواد مصرفی، مواد غذایی و حالا در بیزنس ها و کارها هم که از طرف دیگری بمانند. دلیلش چی میتونه باشه؟ به هر حال وضعیت تحریم ها و غیره ظرف یک دو هفته اخیر تغییراتی کرده، اما این تحریم ها تحریم هایی است که ماه هاست که ادامه داشته. بله، به قول شما خب این تحریم هایی که الان اخیر بوده که حالا خیلی مستقیم نمیشه ربط داد، ولی این سوال بسیار خوبی است که ببینیم این همه مدت که دلیل این گرونی ها و نابهنجاری های اقتصادی رو تحریم میدونستن یا در واقع کاهش ارزش تومان ایرانی و بالا رفتن نرخ ارز میدونستن، الان میبینیم هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاده. حتی در حدود دو سه هفته اخیر قیمت دلار کمی پایین تر هم اومده، از کانال 13000 تومان کمتر رسیده، ولی برعکسش تورم و گرانی وجود داره. پس میتونیم از همین چند مثال و نمونه به این نتیجه برسیم که صرفاً کاهش ارزش پول ایرانی و تحریم ها موجب تورم و گرانی نیست و دلیل عمدهش هم جوری که من بارها این رو عرض کردم، یکی عدم مدیریت درست بازار و بازارها هست و دوم فساد و سوء استفاده در واقع سوداگران و دلالانی هست که در رده های بالا قرار دارن. مجموع این عدم مدیریت و فساد و فشارهای اقتصادی رو که میبینیم الان امتیاز فساد و عدم مدیریت بالاتر هست و تأثیر بیشتری رو بر گرانی و تورم ملموس برای مردم داره. آقای کهالزاده نظر شما چی هست؟ آقای فکر میکنید عدم مدیریت صحیح دولت آقای روحانی هست که کار رو به اینجا رسونده؟ قطعاً به ناکارآمدی دولت میتونه دلیل باشه، ولی ما فراموش نکنیم که وضعیت تورمی که تولید کنندگان ما داشتن، ما معمولاً سالی 5-6% در شرایط عادی اقتصاد تولید کنندگان ما تورم داشتن، ولی
آماری که اخیرا مرکز آمار ایران منتشر کرده نشون میده که در سال گذشته مجموعه تولید کنندگان کشور 45-50% هزینه‌هاشون افزایش پیدا کرده. در حوزه صنعت این حدود 66-67% هستش که آمار بسیار بسیار بالایی هست، در کنار اینکه حالا ناکارآمدی به وجود داشته باشه. طبعا این افزایش قیمت به بازار منتقل میشه، رکود و تورم رو، حالت رکود تورمی رو تشدید میکنه و قیمت کالاها رو افزایش میده. آمار دیگه ای که مرکز آمار منتشر کرده نشون میده که ما در خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته یک تورم 50% رو شاهدش بودیم و در بخش خوراکی ها به حدود 75%. به عبارتی اگر در خرداد 97 کالاهای وزن‌ناسی مثلا هر قیمتی بوده برای بخش خوراکی، ما امسال در خرداد 98 75% و یک جاهایی مثل مثلا بوشهر تا 100% بوده، در جاهای دیگه این کمتر بوده، ولی در مجموع 75%. در حوزه صنعت اگه نگاه بکنیم یا مجموعه کیک اقتصاد ایران نگاه بکنیم، آمار نشون میده که این وضعیت به رشد اقتصادی ایران، اقتصاد ایران در زمستان 1397 8.5% نسبت به سال قبلش کاهش پیدا کرده. در حوزه صنعت خصوصا مشاهده هستیم که 12% صنعت ایران در 1397 زمستان 97 نسبت به زمستان 96 کاهش پیدا که کوچکتر شده. بنابراین این وضعیت نشون میده که پیامدهاش پیامد رکود تورمیه، بیکاری افزایش پیدا بکنه، قیمت ها افزایش پیدا بکنه و خروجی شما میتونید اثر سفره های مردم ببینید که اگر در سال 96 فقر مثلا 16% جامعه ایران و 17% جامعه ایران زیر خط فقر مطلق بودن، برای امسال این برآوردها حدود 50% از هر دو نفر ایرانی گفته میشه که یک نفر در تامین معاش خودش دچار مشکل هست. و اگر تصویر کلانتری بخوایم ببینیم، من حرف آقای جمشیدی رو تکرار بکنم، شاید در 60 سال گذشته اقتصاد ایران چه این وضعیتی رو تا تجربه نکرده بود. خانم باجی‌بندی، من میخوام ارزیابی شما رو هم داشته باشم، به علاوه این که به نظر شما واقعا تا کجا این تحریم ها میتونه دولت ایران رو فلج بکنه. ما میدونیم که وضعیت اقتصادی مردم بد و سخت هست، اما آیا این میتونه دلیلی باشه برای اینکه ایران پای میز مذاکره بیاد در شرایطی که الان میبینیم؟ من اگه اجازه بدین اول یه نکته رو اضافه کنم به فرمایشات دو مهمان دیگه در مورد ریشه های این افزایش قیمت و این تورم و این تشنج اقتصادی در ایران. یکی از مهمترین عواملی که الان باعث تورم شده مسئله سخت بودن تجارت و سخت بودن و هزینه بر بودن و گران شدن واردات هست. ما درسته که بسیار از مواد غذایی رو در داخل ایران تولید میکنیم تا سطح بسیار زیادی، اما تک تک این مواد، تک تک این آیتم ها، حتی تا اون فویل و زرورقی که برای بسته‌بندیشون استفاده میشه، تا اون کاغذی که برای بسته‌بندیشون استفاده میشه، خیلی از اوقات مواد اولیه، طعم دهنده ها، نگه دارنده ها و مواد این چنینی رو همیشه ایران وارد میکرد و وارد کننده این مواد بوده در طی سالیان سال. درسته که در بخش مثلا فرآوری غذایی ما خیلی پیشرفت کردیم، سس و ماکارونی و نمیدونم مربا و اینجور چیزا الان خیلی مارک های مختلف فرض کنین که تولید داخلی هست، ولی تک تک این محصولات به هر حال حداقل یکی دو تا آیتم وارداتی درشون استفاده میشه و هزینه این واردات و بالا رفته به شدت به خاطر تلاطم در بازار ارز و از طرف دیگه هم خب مشکلات داد و ستد های بانکی که باعث شده هزینه های تجارت رو در ایران ببره هم بالا ببره، هم خود یه مسئله تعیین کننده بوده. و همونطور که شما فرمودین در ابتدای برنامه و همکارای عزیز دیگه فرمودن، به هر حال الان یک شرایط دومینووار در اقتصاد ایران به وجود اومده، یعنی بالا رفتن قیمت یک محصول، بالا رفتن قیمت یک آیتم باعث میشه که بقیه فروشندگان، بقیه تولید کننده ها به دلیل اون وحشتی که از آینده و از چشم انداز اقتصادی و از بالا رفتن قیمت ها
دارن اونها هم قیمت ها رو شاید گاهی اوقات بدون دلیل و به طور تصنعی بالا میبرن. و بحث سوداگری و خب فساد اقتصادی هم که یک بحثی هست که همواره وجود داشته و الان هم بهش اشاره شد. حالا تا کجا این قضیه پیش خواهد رفت؟ ببینیم الان در حال حاضر ما در شرایطی هستیم که صادرات نفتمون که مهمترین منبع درآمد برای دولت هست به شدت کاهش پیدا کرده. از روزی تقریبا 2.5 میلیون بشکه در روز ما الان به زیر 0.5 میلیون بشکه در روز رسیده صادراتمون و این یکی از مهمترین دلایلی هست که به هر حال دولت رو بتونه به سر میز مذاکره برگردونه. کسری بودجه در مقایسه با سال گذشته در سال مالی امسال 20%، سال گذشته 10% دولت پیش می شد که کسری بودجه داشته باشه، امسال 20% تا الان پیش بینی میشه که کسری بودجه داشته باشه و احتمال داره حتی بالاتر هم بره این پیش بینی. رشد اقتصادی منفی 6%، همه اینها به هر حال به تشنج و این ناپایداری اقتصادی از درون داره کمک میکنه. اما بحث به مذاکره برگشتن، من فکر میکنم که یک بحثی هست که با ملاحظات سیاسی و امنیتی خیلی پیچیده تری تنیده است. یعنی به همین راحتی هم دولت فقط به صرف تشنج اقتصادی ممکنه که آماده برای دوباره مذاکره کردن نباشه. آقای کاظم‌زاده، دولت ایران، آقای روحانی، آقای زنگنه، بسیاری دیگر از وزرا بارها در ماهای اخیر گفتن شرایطی که ایران الان تجربه میکنه از شرایط زمان جنگ ایران و عراق سخت‌تر هست. شما الان خودتون گفتید که شرایط اقتصادی ایران در 50-60 سال اخیر هیچ وقت به این بدی نبوده. راهکارهای پیش روی دولت آقای روحانی چه هست؟ واقعا آیا او میتونه این شرایط رو کنترل بکنه؟ در چه بازه زمانی میتونه وضعیت اقتصادی رو کنترل شده هدایت بکنه به شکلی که مردم بتونن زندگیشون رو ادامه بدن؟ میدونیم با سختی ولی ادامه بدن. بالا خیلی سخت جواب دادم به این سوال. ما یک نظام اقتصادی داریم که به قول آقای دکتر دینی، علی دینی، تو در توی نهادیه. یعنی متولیان تصمیم گیری برای هر دستگاهی، برای هر سیاستی تعدده و اینا با هم دیگه تعارض در درونش هست، رقابت میکنن. در این که خود نهاد دولت هم در کنار این مشکل ساختاری که از ابتدای انقلاب بوده، خود نهاد دولت هم نهاد خسته‌ای به نظر میاد. من مثال عرض رو خدمتتون بزنم. ما در طی 18 ماه از فروردین 97 تا خرداد 98 نزدیک 30 میلیارد دلار ارز دولت داده برای کالاهای اساسی، در حالی که در یک سال تقریبا ایران حدود 20 میلیون 18 میلیارد تا 20 میلیارد دلار ارز لازم داره و 50% این تقاضا افزایش پیدا کرده. وقتی رانت حاصل از این شما نگاه میکنید، میبینید که نزدیک 5 برابر پولی که ما برای یارانه باید بدیم به عبارتی رانت ایجاد شده. چیزی حدود بین 200 تا 250 هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شده. یا عکس العمل که بانک مرکزی ایران در سال 96 نسبت تا خرداد 97 نسبت به بازار ارز داره. دولت کرخ، تعدد مراکز تصمیم گیری و فشار سنگین بین المللی، و ما میبینیم که متاسفانه دولت تصمیمات استراتژیک و مهمش رو مجبور هست ببره در شورای سران سقوقات هستیم بگیره. یعنی عملا دولت خلعیت شده. دولت آقای روحانی داره واقعا در مقایسه با تحریم‌های گذشته، وزارت نفت آقای زنگنه روزی 600 تا 700 هزار بشکه نفت داره میفروشه و ما می‌بینیم که صدا و سیما چگونه کارشکنی میکنه. یا صرافایی که برای بانک مرکزی پول میارن رو افرادی میرن اینا رو دستگیر میکنن. یا آقای ظریف به نظر میرسه یکی از عملکرد بسیار بسیار خوبی داشته در مجموع و تلاش داره که ایران رو مانع از ورودش به جنگ بشه و من معتقدم که ایران داره آماده میشه برای مذاکره در ماه‌های آینده و یک روندی طی میکنه، هرچند که به ناحق این تحریم‌ها بهش تحریم شده. شما میبینید که سریال ساخته میشه و عملا آقای ظریف یک فرد ناتوان و نادان و کسی که توانایی نداره معرفی میشه. بنابراین مشکلی که وجود داره این هستش که این دولت خسته و ناکارآمد، حالا شاید اگر آقای ظریف و زنگنه‌اش رو کنار بگذاریم، از بسیار بسیار پایین باشه اوریجش، متوسطش، در یک شرایطی داره با دشمنان داخلی خودش، نزاع داخلی داره، مشکلات ساختاری داره و تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی هست و بنابراین میشه گفتش که کی میتونه کشور رو به مجموعه حاکمیت تصدیق شده نگرفته که
وضعیت رو مدیریت بکنه و اولویت های سیاسی داخلیش به اقتصاد متاسفانه نشون میده که برتری داره. آیه جمشیدی، وضعیت اقتصادی در سالهای گذشته هم به هر حال تعریفی نداشته. شما گفتید الان وضعیت خیلی خرابتر از پیش هست، اما همین چند وقت پیش اعتراض کارگران رو داشتیم، وضعیت معیشتی معلمان نابسامان هست. بسیاری میگن که دولت آمریکا علاقمند هست که این تحریم ها و این وضعیت کار رو به جایی برسونه که به اون نقطه جوش برسه و مردم از داخل کشور علیه حکومت کاری بکنن. آیا چنین تصویری در داخل هم وجود داره؟ آیا مردم فکر میکنند که کاری از دستشون برمیاد با توجه به هر حال به واکنش های شدید امنیتی که علیه هر گونه جنبش این چنینی میبینیم؟ ببینید، مردم که واقعا خسته شدن، همونجوری که شما اشاره کردید تحرکاتی هم در قسمت‌های مختلف کشور انجام میدن و عمدتاً هم لااقل شروعش اعتراضات در حوزه اقتصاد هست و معیشت هست، از معلمان گرفته تا کارگران گرفته و تا قسمت‌های دیگه. مردم این اعتراض رو دارن، ولی در این مورد که ایالات متحده تحریم‌هایی رو که وضع کرده و وعده داده، آقای مایک پنس دیروز گفتن که این رو ادامه هم خواهند داد، فشار رو اون کمپین یا کارزار فشار حداکثری رو بیشتر می‌کنن. همیشه هدف این عنوان شده که در واقع جمهوری اسلامی به لحاظ اقتصادی چنان ضعیف بشود که پای میز مذاکره بیاد یا تبدیل به یک حکومت عادی بشه یا تغییری بکنه، یا حالا شاید چیزهای فراتر از این هم پشت پرده باشه. یعنی به نظر میاد اولویت اول جمهوری اسلامی هست، سعی شده که این تحریم‌ها در واقع فشار رو بر جمهوری اسلامی بیاره، ولی خب این اجتناب ناپذیر متاسفانه که بر مردم و بر نهادهای اقتصادی خصوصی هم این فشار میاد. مردم خسته هم شدن، معترض هم هستن، اعتراض هم میکنن. من فکر نمی کنم اعتراضاتی که ما از دی ماه 96 تا به امروز که سال 98 هستیم داشتیم، به خصوص در چند ماه اخیر، و ما در کل این 40 سال نمونش رو به این شکل داشته باشیم، جز در واقع حالا جنبش در سال 88 که موضوع دیگری داشت، یا در واقع امروز هم سالگرد قیام دانشجوی 18 تیر هست در سال 78، حالا باز موضوع دیگری داشته. ولی این جسارت و اعتراض از صمیم قلب مردم و توده های مردمی رو من فکر نمی کنم نمونش رو دیده باشیم به این شکل که الان هستن با جرأت میان اعتراض میکنن. ولی نکته درستی رو هم شما اشاره کردید که به هر حال سرکوب این موضوعات بسیار شدید هست و کفه ترکوب بسیار سنگین هست، ولی خب مردم در واقع از این موضوع جایی مجبور میشن که چشم بپوشن و بیان و این شجاعتشون رو بیشتر نشون بدن. ولی خب میدونن اکثر مردم هم که برای به نتیجه رسیدن اعتراضاتشون و رسیدن به خواسته های عمومی بر حقشون، شاید به تنهایی با این اعتراضات یا تحصن ها یا اعتصابات یا اینها به علت نیروی سرکوبگر نتونن خیلی کامل راه به جایی ببرن. خانم بازوبندی، الان در این مرحله اگر هم ایران بیاد پای میز مذاکره، اگر بخشی از این تحریم ها هم برداشته بشه، به نظر شما چقدر طول میکشه تا وضعیت اقتصادی ایران به حال نرمال برگرده؟ سه تا نکته هست که وضعیت اقتصادی ایران رو به سمتی که الان هست خواهد برد، حتی اگر که تحریم ها برداشته بشن. نکته اول دخالت و سوء استفاده‌گری و همون چیزی که به عنوان راندخاری ازش ما نام میبریم، از نهادهای توسط نهادهای نظامی و امنیتیه. الان از تولید مواد غذایی گرفته تا مالکیت باشگاه فوتبال تا واردات خودرو، دارو، هر چیزی رو که شما در نظر بگیرید، هر چیزی که هر فعالیت اقتصادی که عملا سودآور هست، به نوعی راندجویان و نهادهای راندجوینده به دنبالش هستن که اون رو تحت کنترل خودشون در بیارن. این نکته اوله. تا زمانی که این وضعیت به این شکل ادامه پیدا کنه، با تحریم یا بی تحریم، اقتصاد ایران وضعیت نابسامانی خواهد داشت. نکته دوم شفافیت اقتصادی و فساد مالی و اداری هست که ما در ایران باش مواجه هستیم. همونطور که شما فرمودین، بعد از برجام، از پول نقد گرفته تا آزاد کردن سرمایه های ایران، تا
قانونی کردن تجارت و صدور نفت، همه اینها اتفاق افتاد ولی ما تاثیرش رو ندیدیم. علتش چی هست؟ علتش این هست که به هر حال هر راه باریکی برای نفس کشیدن هم اگر بر روی اقتصاد ایران باز شد، به دلیل فساد شدید ازش سوء استفاده شد و نفعی در نهایت برای اقتصاد نداشت. و نکته سوم چشمانداز آینده اقتصادی هست و اون عدم اطمینانی که سرمایه گذاران چه داخلی و چه خارجی نسبت به چشمانداز آینده ایران دارن. و در این فضا به نظر من وقتی این سه تا عامل دست به دست هم دادن، حتی با وجود تفاهم و یا بدون وجود تفاهم، وضعیت اقتصادی در همین شرایط نابسامانی که هست باقی خواهد موند. آقای کاظم، شما چی فکر میکنید وضعیت ایران تا 6 ماه آینده به کدوم سمت میره؟ به هر حال ایران تنها کشوری نیست که با شرایط بد اقتصادی این چنینی روبرو بوده ظرف سالهای گذشته. مثلا ونزوئلا رو داشتیم، کشورهای دیگری هستن. ایران به کدام سمت میره؟ ببینید، هیچ کس به نظر نمیتونه پیش بینی بکنه، ولی علل قاعده بر اساس وضعیتی که تحریم ها ایجاد بکنن و کشورها، فشار تحریم ها معمولا دو سال اول خیلی سنگین هست. ما تو دوره قبل هم که تحریم داشتیم، دو سال اولش خیلی سخت بود. البته اقتصاد ایران بنیه قوی تری داشت، این کانفلیکت دعوای داخلی به این معنا وجود نداشت، حاکمیت یک دستر بود، ولی در مجموع فشار سال اول و سال دوم خیلی خیلی بالا هست. شما وقتی رشد اقتصادی هم میبینید، بعد یواشاش اقتصاد خودش اجاست میکنه. ببینید، من فکر میکنم که، من نمیگم واس خوب میشه، من فکر میکنم که این حجم از نرخ بالای فلاکتی که ما در کشور شاهدش هستیم، فقر 50%، تورم خوراکی 75%، رشد صنعتی منفی 12%، آمار خیلی عجیب غریبی که ما داریم میبینیم، از شدتش در سال آینده کاسته میشه و شاید سال 97 و 98 رکورد داره در وضعیت بد باشه و میشه انتظار داشت. و دوم این که ایران خودش رو به نظرم آماده میکنه برای مذاکره. ما یادمون نره، علارم همه انتقادهایی که به وضعیت اقتصادی، مدیریت کشور، مسائل سیاسی اینا داریم، یادمون نره که مشکل ایران این هستش که با یک دولت امریکا، شما گفتید میگی بر میز مذاکره، ولی واقعا من به عنوان کسی که تو این دانشگاه برحال در بخش‌های مطالعاتیش دارم می‌بینم افرادی که سیاست خارجی آمریکا کار می‌کنن، همه در تعجب و شگفتن که دولت آمریکا چه چیزی می‌خواد. یعنی اساساً رفت تحریم‌ها جز با فروپاشی، جز با سرنگونی حکومت، اگر هدفی جز این نداشته باشه، به عبارتی مکسنس نمی‌کنه، اصلاً معنا و مفهومی نداره. پس بزن اینا ازتون اینطوری بپرسم، من مثال ونزوئلا رو زدم، کشورهای دیگری هم بودند با مشکلات اقتصادی اینچنینی، یک حکومت ممکن هست که کله پا بشه به قول معروف؟ بله، ولی یادمون نره که گفت هرچند همه خوبان دارند، ما هم تنها داریم. یه وقتی مشکلات داخلیه، یه وقتی دعوای سیاسیه، یه وقتی فشار خارجی. ما متاسفانه همه رو با همدیگه داریم، یعنی ناکارآمدی در کنار تحریم و در کنار چند دستگی داخلی و فشاری که سنگینی که روی کشور هست. هدف تحریم هم شوروندن مردم علیه حکومت به این امید که ما تحریم میکنیم و این تئوری داره و رفاه مردم ایران از بین میبریم و اونها شورش میکنن و حکومت سرنگون میکنه و به دولت امریکا میگن بفرمایید حکومت ایران در خدمت شما، حالا هر کی شما میخواید بذارید. حالا فارغ از اون، من فکر میکنم که ایران داره آماده میشه یواش یواش برای مذاکره و فرقی هم به نظرم نمیکنه که دولت دموکراتی در دوره آینده باشه یا آقای ترامپ باشه، ایران داره آماده میشه برای مذاکره و نظرم از این شدت کم آقای جمشیدی، اگه شما ممکنه به این سوالم پاسخ بدیم ولی کوتاه. آقای اشاره کردم به بحث راندخاری و صحبتی که خانم بازوبندی داشتن، با توجه به اینکه راندخاران اتفاقا همون کسانی هستند که سیاست‌های بین المللی ایران رو تعیین می‌کنن، بخش عمده ای از اون دست سپاه هست و گروه‌های مشابه، چقدر شما می‌بینید که این نتیجه این اتفاقاتی که الان داره می‌افته به سمت مذاکره بره؟ ببینید، این حضور راندخاران یا به عبارتی همون فسادی که خیلی ازش صحبت میشه، شاید از یک موضوع وقتی زیاد صحبت میشه اون ارزشش کم بشه، ولی خب این واقعیت هست که دلیل عمده و اصلی این بحران‌های لااقل اقتصادی که ما داریم می‌بینیم واقعا در فساد هست. حالا اگر فرصت بشه من میتونم تو بخش دیگه نمونه‌های عجیب غریبی رو هم که من اینجا در تهران دارم به عین مشاهده می‌کنم
این رو خدمتتون عرض بکنم. در مورد مذاکره هم که شما پرسیدید، ببینید جمهوری اسلامی تمایلی به مذاکره و صحبت با جامعه جهانی و در واقع جامعه پیشرفته و غرب و آمریکا در ایدئولوژی 40 سالش نداشته و نداره، و اگر هم جایی اومده و مذاکره کرده، همه بر اساس زور و فشار و مشکلات بیش از حد بوده. تقریبا با همه دولت‌های ایالات متحده در این 40 سال هم مذاکره کرده، به صورت محرمانه با کارتر، با ریگان، با جورج دبلیو بوش، با عرض کنم خدمتتون اوباما، اینا هم که دیگه در واقع آشکار بوده. یعنی این برای مذاکره جایی که فشار بیاد، حالا عناوین قهرمانانه و اینها هم روش می‌ذارن و بالاخره می‌خوان مذاکره رو انجام بدن. ولی نکته مهم اینجاست که دوست عزیزمون آقای کاظم‌زاده فرمودن که نمی‌دونن که در واقع هدف ایالات متحده از این تحریم ها چی هستش. ببینید، جمهوری اسلامی باور داره که هدف ایالات متحده از این تحریم ها براندازی جمهوری اسلامی هست. این باور رو خود جمهوری اسلامی داره و خیلی از کارشناسان و مفسرین هم این فکر رو میکنن که با وجودی که روی پرونده جمهوری اسلامی لیبل رژیم چنج نخورده، ولی همونجوری که آقای کاظم‌زاده اشاره کردن که عجیب هست این فشار تحریم ها، میرسه آدم به اون قسمتی که ایالات متحده تصمیم داره که کاملا جمهوری اسلامی رو در واقع نابود بکنه و از بین ببره. این تصمیمی که وجود داره دیده میشه، یعنی از دید خود جمهوری اسلامی این موضوع دیده میشه. برای مذاکره هم برای همین خب نگران میشن، کار سخت‌تر میشه الان آماده باشن. سیگنال هایی میبینیم در این روزهای اخیر فرستاده شده. عراقچی معاون وزیر خارجه گفته که در 4 به اضافه 1 میتواند ایالات متحده باشه و صحبت های ضمنی این گونه انجام شده. ولی من فکر میکنم شرایط مختلف به خصوص اقتصادی از یک سری از خطوط قرمز متاسفانه عبور کرده و راهکارهای متفاوت‌تر و موثرتری رو الان به خصوص در جنبه سیاسیش با جمهوری اسلامی انتخاب بکنه، و الان با همین فرمون جلو بره اصلا یک سال آینده که چی، در همین امسال هم من سرنوشت خوبی رو برای اقتصاد و کلیت جمهوری اسلامی نمی‌بینم. ممنونم آقای جمشیدی، خانم بازوبندی، آقای کاظم‌زاده، متشکرم که در این بحث شرکت کردین و ممنون از شما که با این صفحه دو همراه بودید. شب و روزتون خوش. We'll be right back.